پیامدهای حمله رژیم و به تله افتادن خامنه ای کلام بازنده استراتژیک. وال استریت جورنال در 28 فروردین نوشت رژیم ایران به درگیری علنی تشجیع شد و به یک قمار خطرناک دست زد، در حالی که برای دو دهه در سایه باقی مانده بود و به شبه نظامیانی متکی بود که در سراسر خاورمیانه توسط این رژیم تامین مالی می شدند. اما وارد شدن به حمله مستقیم به اسرائیل یک چرخش استراتژیک و یک قمار بزرگ بود. این یک نمایش دراماتیک از چرخش تهران و سازگاری با غرب به سمت درگیری علنی با آمریکا و متحدینش بود. حالا ایران و اسرائیل در آستانه یک چرخه سعودی خشونت هستند که خطرات فوق‌العاده‌ای برای هر دو طرف دارد. اعضای کابینه جنگ اسرائیل گفتند که کشورشان در زمان و مکانی که انتخاب می‌کنند حمله متقابل را خواهند کرد و مقامات آمریکایی می‌گویند که این حمله به زودی انجام می‌شود. این چرخش تهدیدات عظیمی برای تهران دارد و به اسرائیل این فرصت را می‌دهد که موضوع را از جنگ غزه که به لحاظ بین‌المللی به واسطه آن مورد تقبیح است عوض کند و آزمایشی است برای توانمندی‌های نظامی ایران که چه بسا برای آن آماده نباشد. یهود اومرت خسروزیر پیشین اسرائیل اعلام کرد رژیم ایران در حمله اخیرش شکست خورده و به قدری تحقیر شده است که دیگر هیچ نیازی به پاسخگویی به آن و استقبال از درگیری و ایجاد بحران و تنش در منطقه نیست. به گزارش رویترز، سومین جلسه کابینه جنگ اسرائیل که قرار بود روز سه‌شنبه برگزار شود تا درباره پاسخ به اولین حمله مستقیم رژیم ایران تصمیم گیری شود، تا چهارشنبه به تعویق افتاد، زیرا متحدان غربی به دنبال تحریم‌های جدید سریع علیه رژیم ایران برای کمک به منصرف کردن اسرائیل از تشدید تنش بودند. رویترز افزود واشنگتن به همراه متحدان اروپایی در عوض روز سه‌شنبه تلاش کرد تا تحریم‌های اقتصادی و سیاسی علیه رژیم ایران را تشدید کند تا اسرائیل را از انتقام‌جویی گسترده دور نگه دارد. در همین حال اسرائیل کاتس، وزیر خارجه اسرائیل، گفت او یک حمله دیپلماتیک را رهبری می‌کند و به 32 کشور نامه نوشته تا از آنها بخواهد برنامه موشکی رژیم ایران را تحریم کنند و از واشنگتن در تحریم سپاه پاسداران به عنوان یک گروه تروریستی پیروی کنند. نیویورک تایمز 28 فروردین درباره پیامد حمله رژیم نوشت به گفته مقامات رهبران اسرائیل روز سه‌شنبه در حال رایزنی بودند که بهترین راه پاسخ به حمله هوایی بی سابقه آخر هفته ایران چیست و در حال بررسی یک مجموعه گزینه هستند که هر یک نتایج استراتژیک متفاوتی عرضه می کند. بازداشتن از یک حمله مشابه در آینده، استمالت از متحدین آمریکایی و احتراز از یک جنگ تمام عیار. سخنگوی ارتش اسرائیل روز شنبه گفت ما نمی توانیم در مقابل چنین تجاوزی کاری نکنیم. مقامات گفتند که اعضای کابینه جنگ اسرائیل در حال بررسی گزینه‌هایی هستند که به اندازه کافی بزرگ باشد که یک پیام روشن به رژیم ایران بفرستد که چنین حملاتی بی پاسخ نخواهد ماند، اما نه آنقدر بزرگ که موجب یک تشدید عمده وضعیت شود. نیویورک تایمز افزود مقامات آمریکایی گفتند که درک می‌کنند که مقامات اسرائیلی فکر می‌کنند باید به یک حمله مستقیم ایران به اسرائیل به صورتی پاسخ دهند که جهان آن را مشاهده کند. به گفته مقامات آمریکایی یک حمله مخفیانه توسط اسرائیل به ایران به احتمال زیاد کافی نخواهد بود. مقامات آمریکایی گفتند که اگر این ضد حمله موجب دور دیگری از موشک‌ها و پهپادهای رژیم ایران شود، هواپیماهای جنگی و کشتی‌های نیروی دریایی آمریکا بار دیگر به دفاع از متحد خود در مقابل دشمن اصلی آن در خاورمیانه خواهند آمد. آمریکا همچنین از تلاش‌های دیپلماتیک برای فشار و تنبیه رژیم ایران حمایت می‌کند. وزیر خزانه داری در یک کنفرانس مطبوعاتی در واشنگتن روز سه‌شنبه گفت دولت بایدن در حال بررسی محدود کردن بیشتر صادرات نفت رژیم ایران است. آمریکا همچنین در حال بررسی راه‌های قطع دسترسی رژیم ایران به قطعات نظامی است که برای ساختن تسلیحاتی نظیر پهپاد از آن استفاده می‌شود. از این پیشتر مخالفان بایدن در سنا و کنگره آمریکا بایدن را به شدت مورد حمله قرار داده بودند که چرا با سرازیر کردن پول‌های نفت و همچنین آزاد کردن پول‌های رژیم از کره جنوبی، تمدید معافیت عراق برای پرداخت 10 میلیارد دلار پول برق به رژیم ایران، جیب‌های ملایان را برای انجام کارهایشان با
پر از پول کرده است. واشنگتن پست در مقاله‌ای به نقل از تحلیلگران سیاسی نوشت: تحلیلگران حمله رژیم ایران به اسرائیل را یک فرصت نادر برای گرد هم آوردن یک ائتلاف ضد رژیم ایران توصیف می کنند. یک پاسخ نظامی خیشتندارانه برای اسرائیل در صحنه جهانی بسیار سودمند است که به ترمیم روابط آسیب دیده با آمریکا و همسایگان عربش کمک می کند. رژیم ایران جنگ را تشدید کرده است، اما اسرائیل باید زیرکانه عمل کند تا جبهه منطقه‌ای و جهانی علیه آن را تقویت کند. وال استریت ژورنال 27 فروردین نوشت: پس از آنکه حملات موشکی و پهپادی بی سابقه رژیم ایران علیه اسرائیل به پایانی خجالت آور برای این رژیم منجر شد، پرزیدنت بایدن به بنیامین نتانیاهو نخست وزیر توصیه کرد که پیروزی را بردارد. چیزی که به نظر می رسد رئیس جمهور هنوز نمی داند این است که تنها حمایت قاطع آمریکا از متحدان ما می تواند این فضا را تغییر دهد. این مشکل چند دهه است که در جریان می باشد. سوء مدیریت جورج دبلیو بوش در عراق تنها قدرت منطقه‌ای را که می توانست رژیم ایران را به تنهایی مهار کند بدون ایجاد یک جایگزین مؤثر حذف کرد. سیاست نسنجیده باراک اوباما در سوریه به رژیم ایران موقعیت فرماندهی در قلب خاورمیانه داد. سیاست‌های سختگیرانه ترامپ در قبال رژیم ایران مسیر درستی را نشان داد، اما خیلی کم و خیلی دیر بود. وال استریت ژورنال 27 فروردین نوشت: سوء مدیریت جورج دبلیو بوش در جنگ اشغال عراق تنها قدرت منطقه‌ای که می‌توانست رژیم ایران را به تنهایی مهار کند بدون ایجاد یک جایگزین مؤثر حذف کرد. سیاست نسنجیده باراک اوباما در سوریه نیز به رژیم ایران موقعیت فرماندهی در قلب خاورمیانه را داد و سیاست‌های سختگیرانه ترامپ در قبال رژیم ایران مسیر درستی را نشان داد، اما خیلی کم و خیلی دیر بود. محکومیت‌های حمله و احضار سفرای رژیم. به گزارش رویترز، وزارت خارجه پرتغال روز سه‌شنبه سفیر رژیم ایران را احضار کرد تا حمله روز شنبه به اسرائیل توسط تهران را محکوم کند و خواستار آزادی فوری کشتی کانتینری با پرچم پرتغال به نام MSC آریس شد که در 13 آوریل توسط رژیم ایران توقیف گردید. این وزارتخانه در بیانیه‌ای پس از این نشست گفت منتظر نتایج این اقدام رسمی خواهد بود و هر گام بیشتر را بسته به آن ارزیابی خواهد کرد. جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روز سه‌شنبه در یک کنفرانس خبری فوری گفت برخی از کشورهای اتحادیه اروپا خواستار گسترش تحریم‌ها علیه رژیم ایران در پاسخ به حمله این رژیم به اسرائیل شدند و اکنون دستگاه دیپلماتیک اتحادیه کار بر روی آن را آغاز می‌کند. بورل افزود طرح فعلی تحریم‌های قبلی را به تولید موشک توسط این رژیم و تحویل آنها به نیابتی‌هایش در خاورمیانه گسترش خواهد داد. آلمان، فرانسه و چند عضو دیگر اتحادیه اروپا علناً از اعمال چنین تحریم‌هایی علیه رژیم ایران حمایت کردند. ماتیو میلر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، در توجیه رسانه‌های روز سه‌شنبه خود گفت در صورت حضور امیر عبداللهیان در نیویورک برای شرکت در اجلاس ملل متحد انتظار می‌رود آمریکا محدودیت‌های تردد فشرده‌ای برای او در نظر بگیرد که بر مبنای آن نمی‌تواند در هیچ محلی بجز ساختمان سازمان ملل متحد حضور یابد. Impose very severe restrictions on the movements of certain diplomats, and I would not expect to see him very many places outside the United Nations. سایت کنگره آمریکا 28 فروردین نوشت: در بحبوحه خشونت بی سابقه رژیم علیه اسرائیل و شرکای آمریکا در سراسر جهان، مایک مک‌کال رئیس کمیته خارجی مجلس نمایندگان و بن کاردین رئیس کمیته روابط خارجی سنا پس از حکم بالاترین دادگاه کیفری آرژانتین مبنی بر مسئول دانستن رژیم ایران در مورد اقدامات تروریستی آن یک بیانیه صادر کردند و نوشتند روز جمعه
بالاترین دادگاه کیفری آرژانتین رژیم ایران را مسئول صدور دستور حمله تروریستی 1992 به سفارت اسرائیل در بوئنوس آیرس و حمله تروریستی 1994 به مرکز آمیا دانست. رؤسای کمیته‌های خارجی سنا و مجلس نمایندگان آمریکا گفتند ما شجاعت مقامات و قضات آرژانتینی برای پاسخگو کردن رژیم ایران ستایش می‌کنیم. درباره حمله موشکی جردن تایمز نوشت که برخی شهروندان اردنی لاشه ها و قطعات موشک های بالستیک ساقط شده رژیم را در سایت نیازمندی ها و رسانه های اجتماعی به عنوان آهن قراضه برای فروش به حراج گذاشته و به طنز نوشتند موشک بالستیک رژیم ایران دست دوم کم کار کرده برای فروش. بر اساس گزارش‌های رسانه‌های خبری، بسیاری از موشک‌های شلیک شده رژیم در آسمان اردن رهگیری شد و در مناطق مختلف این کشور سقوط کرد.